عالیه، بریم برای این پلو خوشمزه، قارچ پلو خیلی خوشمزه، زیره داریم زردچوبه به عنوان ادویه و نمک. قابلمه رو روشن کردم، قارچ ها رو به راحتی فقط توی این ابعاد خوردشون میکنم، ناکنید یک چهارم قارچ توی این پلو نقش گوش رو بازی میکنه و ما میخوایم که قارچ ها رو ببینیم توی این پلو. من ادامه میدم، برگردید دوباره. قارچ رو قاچ کردم به همون ابعادی که دیدید، این ابعاد گفتم میخوام حکم گوش رو بازی بکنه. این پلو رو ما خیلی وقت پیش، من بچه بودم، خیلی درست میکردیم، اما الان میخوام یه کوچولو ببرمش توی حالت هندی، میخوام ادویه رو توش سرخ بکنم. روغن از هر روغنی که دوست دارید استفاده بکنید، روغن مایه، زیتون، فقط چیزی باشه که مناسب پخت و پز باشه یا حتی کره. اول بذار، چون نمیخوام آسیاب بکنم، اول زیره رو میریزم، زیره کرمانی که از بهترین زیرهای دنیا. یکم از این، یه کوچولو تفتش میدم، بعد خلوش یه دقیقه دیگه زردچوبه رو میریزم. یه کوچولو زردچوبه سرخالیه، چای خوری هم همزمان همینطوری هم بزنید، همه تو کم بکنید، و کاری، یه کوچولو هم کاری بهش اضافه میکنم. به بچه بوی داره، اینم از کاری. این کار میدونید تفت دادن ادویه شاید جز معدود بارایی باشه دیده باشید که من این کار میکنم، تفت دادن ادویه نوت عطری ادویه رو تغییر میده. اینطوری نیست که بگی عطرش بهتر میشه، نه، فرق میکنه. مثلا شاید چیزی که از زیر انتظار دارید یه چیز تیزتری باشه. خب حالا شروع میکنم، حرارت رو زیاد میکنم، قارچ رو کم کم اضافه میکنم. چه بوی باحالی گرفت به خودش با حرارت زیاد، بی نظیر عطرش، عالیه. الان هم این نخود فرنگی خوشگل رو که شستم و بهش اضافه میکنم. ببینید هر چقدر دوست دارید الان اضافه کنید، یه هم بزنید، ببینید مقدار پخشیش رو دوست دارید توی این ترکیب. به نظر من کمه، جا داره بیشتر بشه، حتی جا داره همش بیاد. عالی، رنگش رو میبینی چه سبز شد الان که داری تفتش میدی. الان یه کوچولو آب که بریزید این رو، چربی که توی این هاست آزاد میشه. نگاه کنید، کم آب، کم آب. الان ببین چجور براق میشه، وای چه بویی داره، چه بویی داره. خب الان میریم سراغ سر زدن به برنج که ببینید برنجمون چقدر اندازه و ابعادش و حجمش تغییر کرده. اینو میرم آب کشش میکنم، یعنی این آبو میریزم دور، یه دو تا آب دیگه میگیرم روش، دوباره سرریزش میکنم، میام خالی میکنم اینو. عالیه، دقت کنید که الان آب برنج یک ساعت تو آب مونده، خیس خورده و نرم شده به نسبت حالتهایی که ناکنید نرم شده به نسبت حالتی که خیس نخورده باشه، پس اینجا نیاز به پخت کمتری داره. به این بالانس باید حواستون خیلی باشه. یه کوچولو سرخش میکنم برنجم به همراه این دوتا و بعد آب میریزم تا
وجی شدم میکشه این یه مقدارم آب میگیرم توش رو دوباره برمیگردونم بذار اینو سرخش کنم. آمون خیلی آرد ببین چه ترکیبی شد. همین الان ترکیب رنگی رو ببینید. گوجه خوش اگه دوستشید بندازید توش. این برای عزیزان وگان هم عالیه، ویژیتریان که عالیه ولی وگان ها هم عالیه. خب بذار یکم سرخ شد. چه ترکیب رنگی داره. آرون حواستون باشه زخمی نکنید برنجا رو، برنجا خیلی مهمه. خب یعنی الان تقریبا یه 5 دقیقه است که همینطوری با آب کم شاید بگم یه کوچولو سرخ شد. الان قشنگ آب میریزم توش که بپزه برنجمونم. برای کم دیگه آب بیارم آبش کمه. خب این چه خبره؟ بسه فعلا، چون یه ساعت هم برنجمون خیس خورده دیگه، قارچ هم که پختن نمیخواد. یه دونه از اینا رو من خوردم پخته همین الان نخود فرنگی. حالا بازم بیشتر میپزه. نمک زیاد نشد چون نخود فرنگی شیرینه. خیلی کارهای دیگه میتونید بکنید و خیلی دست نمک کمه. یه بستگی من کم نمک درست میکنم میشه. همین الانم هم بی نمکه ها. حالا کسایی که شاید تجربه آشپزی ندارن ببینن خیلی زیاد زدم، ولی هنوزم تست میکنم بی نمک. خب بجوشه تا آبش بره، بعد بذاریم دم بکشه. من بعد اینکه آبش بره میخوام این زیره هم دوباره بریزم روش. ببین اضافه کاره نیست، این زیره اضافه باعث میشه تا شما یک بوی دیگه ای از زیره رو توی برنجتون حس بکنید. اونا یه بوی یه نوتی از زیره میده، اینا یه نوت. ناشنگ آسیابش میکنم پودر پودر و بعد از اینکه آبش رفت حواتش کم میکنم اینو میریزم روش، درشو میبندم تا دم نکشه. ببینید تقریبا آبش دیگه تقریبا تموم شده. یه کوچولو ببینید چه خبره. داره فعلا، خیلی نمیخوام هم بزنم تا اینکه درشو ببندم بره تو مرحله دم کشیدن، بعد بیام بقاش رو یه زیر و روش بکنم، چون که باعث خمیر شدن میشه هم زدن زیادش. الان میتونم اون زیرهی که راجبش صحبت میکردم رو بدم روش. عاشقشم. چه ترکیبیه، چه ترکیبیه. خب آبش رفته، الان حرارت کم. آها و درشو میذارم. برو واسه خودت. الان بعد از 10 دقیقه میریم که یه سر بزنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ببینید با این تکنیک برنجتون تو دونترین حالت میمونه. ببینید دیگه خیلی درشو باز نمیذارم. اون به به چی بگم من. یس 10 دقیقه دیگه بهش وقت دادیم و الان از بوش متوجه میشید که دیگه کاملا پخته. به 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 اصلا دیگه آماده آماده نگاه کنید چی از این بهتر. ببینید این اون قضیه هست که بهتون گفتم حکم گوشت رو داره. چطوره؟ با یه کوچولو ماست میشه یه قاشقش رو زد و من با یه سطل ماست کل این قابلمه رو میزنم. وای
بی نظیره. حرف نداره، نگاه کنید. شگفت انگیز. زیره جادو داره میکنه، خیلی خوشمزه است. حتما درست بکنید. میتونید از چیز دیگه مثلا از سیب زمینی به جای قارچ استفاده بکنید و حالشو ببرید. میبینم تو مزودی. فعلا.